أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. قال الله الحكيم في محكم كتابه انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان، بزرگواران، زائرین حضرت معصومه سلام الله علیها. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق، عارف و عامل باشیم انشاءالله. خب، ایام تولد حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام رو هم که به تازگی گذروندیم خدمت همه عزیزانم تبریک عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله خداوند ما را از پیروان واقعی این حضرات بزرگوار قرار بده انشاءالله. امام رضا علیه السلام فرمودن لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر مردم اون زیبایی های کلام ما رو و اون کلام زیبای ما رو بشنوند قطعا تبعیت خواهند کرد. لتبعونا، اگر بخوایم مفهوم بگیریم از لغت، یعنی خیلی از عدم تبعیت ها به خاطر اینه که نمیدانند در ادبیات دینی ما، در گویش مبارک اهل بیت علیهم السلام داره چی میگذره. ندانستن و جهل است. لذا در روایتی حالا به همین مناسبت و زیر همین روایت امام رضا علیه السلام از خود حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل هست، خدمتتون میخوام عرض بکنم، این آمده که لا یستکمل العبد حقیقت الایمان. بنده حقیقت ایمان رو درک نمیکنه، ایمانش کامل نمیشه، اصلا دریافت کاملی از ایمان ندارد الا اینکه حتی تکون و فیها فیه ثلاثه و خصال، سه تا خصلت داشته باشه، سه مسئله داشته باشه، سه تا ویژگی رو داشته باشه. حقیقت ایمان تو این سه تا ویژگیه. یک، التفقه فی الدین، فهم عمیق نسبت به دین داشته باشه، فهم دینی داشته باشه. این اولین مسئله است و بسیارم مهمه، مؤید روایی خیلی زیادی هم داره. من بفهمم دین چیست. دین فقط احکام نمیگیم، احکام، اخلاق، اعتقادات، تمام شئونی ما، شئون مختلفی که در دین وجود داره، از تفقه و فهم درست داشته باشم. گاهی من مطالعه دارم فهم ندارم، گاهی نگاهی دارم به مسائل دینی نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، بعد به متخصصش مراجعه بکنم. نقل میگن یه نفر رو دیدن صف اول نماز جماعت نشسته، نماز تموم شد و دیدن تسبیح و برداشته، خیلی با حالت خضوع و با حالت توجه داره ذکر میگه، بلند بلند نگاه کردن ببینن چی میگه، دیدن هی داره میگه یا اغلوش یا اغلوش یا اغلوش. گفتن آقا اصلا نداریم، خدای همچین اسمی نداره، چرا از خودت؟ گفت نه اتفاقا داریم، تو مفاتیح هم هست. گفت نداریم. گفت برید مفاتیح رو بیارید بهتون نشون بدن. آوردن و مفاتیح رو باز کردن، دیدن نوشته بعد از نماز فلان مرتبه 100 مرتبه فلان ذکر را بگوید، یا اقلش 10 مرتبه، یا اقلش 10 مرتبه. این خونده بود یا اغلش 10 مرتبه. مسئله سر خوندن نیست،
سر این فهم عمیق دینی، یعنی سواد برخورد با اون روایت رو، چه کار باید بکنم چه کار نباید بکنم، اینو یه عالم دین میخواست. من باید از اون سوال بکنم. ببینید خود پیغمبر ما هم خدا برای همین فرستاد، برای اینکه بیان باشد برای قرآن. اهل بیت علیهم السلام همین مسئله است. خدایی نکرده اگه آدم بدون سواد دینی حتی سراغ قرآن بره، از توش داعش در میاد، از خودش بخواد احکام در بیاره و نگاه بکنه به قرآن. یه گروهی هستن الان منقرض شدن، تقریبا خیلی کم ازشون مونده، به نام القرآنیون. اگر تو این اینترنت و اینا بگردید، هنوز بقایای بعضی از اینها هست تو بحثای گذشته. اینا استدلالای عجیبی به قرآن دارن. یک رکعت نماز در روز میخونن کلن، میگه آقا قرآن من ازش اینو برداشت کردم. مگه به برداشت توه؟ تفقه میخواهد، نه نسبت دادن حکم شخصی و فکر خودم نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام. فهم عمیق دینی باعث میشه انسان از ملکت الهمیه، از تعصبات دور بشه، به قول امام زین العابدین علیه السلام. یه جاهایی تعصباتی است که اصلا ربطی به مسائل دینی نداره. من فکر میکنم فلان چیز که رسمت دینیه، نه این دینی نیست. ببینیم آیا روایت داره، آیا آیه داره، استناد مسئله دینی داره یا نه. این یه فقیه نیاز داره. اگر انسان بخواد تو مسیر تفقه هم قرار بگیره، باید از اون فقیه، باید از اون استاد، اون کسی که خریت فن فقه باید یاد بگیره، و الا خطرناک میشه نسبت دادن حکم آن چیزی که به نظرش میرسه به قرآن. مسئله دینی، شیطون همه اینا رو بلده. اینو بارها عرض کردم، خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر آقای مجتهدی، میفرمودن شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، نمیخواد من تو مسئله دینی تفقه و آموزش داشته باشم، تو مسائل اعتقادیم، احکامیم، اخلاقیم نمیخواد یاد بگیرم. خب اگه بلد نبودم چه مشکلی پیش میاد؟ نمیتونم اجرا کنم. رساله رو با هم دیگه باز میکنیم، رساله همون مسئله چهارم پنجم، اما اولیا نگاه بکنید، نوشته مسائلی را که انسان غالباً به آنها نیاز دارد واجب است یاد بگیرد. واجب است یاد بگیرد، چون اگه بلد نباشه نمیتونه اجراش بکنه. این مسئله تو احکام هست، تو اخلاقیات هست. اگه من خلق و خوی دینی رو بلد نباشم چجوری میتونم اجراش بکنم؟ اگر قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام رو نخونده باشم، مسئله دینی رو بلد نباشم، چجوری میتونم اینو حتی به فرزندم منتقل کنم؟ ما یه تکلیفی خودمون داریم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم نسبت به خودمون هم نسبت به اهلمون. چطوری میتونم تربیت دینی داشته باشم، این معارف دینی رو منتقل بکنم؟ باید این تفقه و فهم عمیق باشه، باید این آموزش ها باشه. لذا نوعا نگاه میکنید حضرات اهل بیت علیهم السلام تأکید بحث تعلیم و تعلم قرآن و روایت و آموزه های دینی دارن. این تأکیدشون تأکید بی دلیل که نیست، تبلیغ و قلوب که نیستش، که جزء واجبات زندگی ماست. اگر نباشد تصویر من از خود خدا هم غلط میشود. تصویر من در آوردی و تصوری از خدا، بعضی از فرق مذهبی مسلمونا، حالا اینا رو تو تاریخ باید ببینید که کیا بودن، می آمدن شبای جمعه یه مقدار علوفه روی پشت بام خانهشون می ریختن، برای اینکه اگر خدا با اون استرش وقتی میاد پایین به بنده ها سر بزنه مثلا، اینا این حیوان از روی پشت بام مثلا یه مقدار علف بخوره. باور کن اینایی که دارم میگم مستنده. الانش بر نگردید به هزار سال پیش، الان به وقت قبرستان بقی، انشالله خدا قسمت کنه هممون، انشالله یه حج مقبول انشالله مدینه اگر رفتید نگاه کنید قبرستان بقی هنوز نشسته، به زبان فارسی هم میگه، اینا رو خودم شنیدم که دارم عرض میکنم، میگه خدا در روز قیامت دیده میشود با همین لفظ. بعدش هم آیه قرآنشو میخونه، میگه الی ربها ناظره، میگه به خدا نگاه میکنن. این آیه قرآن دلیل بر اینه که خدا العیاذ بالله زبانم را جسم داره، با چشم میبیننش. من با طلبه ها رفته بودم، میگفتم فلانی برید به این بنده خدا که نشسته، بگو آقا ببخشید حالا میتونیم، حالا که اینجوریه یه مثلا شوخی دستی هم باش بکنیم دیگه، مثلا دستم میده معانقم میکنه خدا تو اون موقع، قلقلکش هم بدیم مثلا. حالا شوخی میکردم با طلبه. این دیگه ظواهر انسان وقتی اینا باشه که جسمه دیگه، اینا عوارض جسمه، پس میتونم دستم بهش بزنم. چرا قرآنو اینجوری برمیگردونن؟ چون تفقه نیست، چون مسیر دستیابی به قرآنش از راه امام نیست، از راه تخیلات ذهنی خودشه. خب خروجیش هم همین میشه. تفقه اون فهم عمیق دینی رو میگن، اون چیزی که با ابزار دینی داره انجام میشه.
وقتی میبینید یه عالم دینی 10 سال 20 سال وقت گذاشته از طریق فقه، اصول، معارف و از طریق گویش مبارک اهل بیت علیهم السلام راه باز کرده به معارف قرآنی، به معارف الهی، دستیابی نسبت به احکام دینی، یعنی این یه طریق و مسیر مقدسی داره، این یه جایگاهی داره که اگر خلاف این باشه به انحراف انسان چشیده میشه. تو توحیدش یه جور، تو نبوتش یه جور، تو معادش یه جور، تو عدل و امامتش هم، تو اصول دینش به مشکل میخوره. مطلب دوم، اگر من بلد نباشم نمیتونم شبهات رو دفع بکنم. اگر فرزند من اومد از من سوال کرد یه شبهه‌ای که امروز مثلا تو فضای مجازی مطرح شده براش مطرح شد، چجوری من میتونم براش رفع بکنم؟ اگر خودم بلد نباشم، اصطلاحا میگن فاقد شی معطی شی نمیشه. اگر من فهم دینی نداشته باشم، آموزش ندیده باشم، فرزند من که یه عمری از من سوال کرده جواب گرفته، بابا این قضا خوبه، اون قضا بده، این راه درسته، اون راه غلطه، اینا رو سوال کرده، یهو میاد تو مسئله دین، من چون بلد نیستم نمیتونم پاسخ بدم. پس موقعیت اول اینه که خودم بلد باشم بتونم. موقعیت سوم، اگر خودم آگاه نیستم، همونطور که نگران برای فرزندم هستم، برم سوال کنم، ببرمش یه جا پاسخ این مسئله رو بیا از فلانی گوش بده. ای بابا این حرفا چیه تو میزنی؟ نه ببینید، یک بار ما یه همچین رفتاری رو از اهل بیت علیهم السلام داریم، این حرفا چیه تو میزنی داریم، یا نه پاسخ میدادن. اگر این عیون اخبار و رضا کتاب بسیار شریفی است عزیزان، اگر نگاه کنید ببینید حضرت چجوری با زندیق، کسی که اصلا مسلمون نیست، کافر دهری هستن، اینا همه شؤون مختلف کفار هست، ببینید چجوری حضرت حرف میزنه. بچه تو عیون داره یه جایی هست، حضرت شروع میکنه باهاش صحبت کردن، مهاجم میکنه، طرف میاد به جایی میرسه که دیگه حضرت یه قدم جلوتر شکستش میشه، تموم میشه. حضرت میگه خلدون، میگه منو تنها بذارید باهاش، نمیخواد آبروش جلوی جمع بره، تنها میشه باهاش، طرف میمونه، داره توی اون روایت دودا میشه پای امام رضا رو ببوسه، کافره، پای امام رضا رو ببوسه، حضرت اجازه نمیده، دست امام رضا رو ببوسه، حضرت اجازه نمیده، بغلش میکنه حضرت. بدانیم اعتقاداتمون، اخلاق، احکام، اینا همه الگو و اسوه داره حضرات اهل بیت علیهم السلام، و ما برای قصه حرفاشون رو نقل نمی کنیم، برای یادگیری روش تبلیغ دینی من، یاد بگیرم نسبت به شبهه پاسخ خوب باشم، اگر نشد ببرمش جای دیگه، تکلیف دارم، دین او به عهده منه، مربی جری نسبت به او به عهده منه، حالا پسرمه، حالا اقواممه، نزدیکانمه، تو مدرسه دارم درس میدم، آگاهی خودم رو بالا ببرم. تفقه در دین، این صلاح و صلاح و رستگاری که قراره به من برسه به واسطه این مسئله تفقهه. و باز توی کلام اهل بیت علیهم السلام این مسئله هدایت، مسئله هدایت دینی اتفاقا در نامه، در خطبه 193 نهج البلاغه هم هست که این مسئله، این چجوری نسبت به دینشون آدمهای با تقوا، خطبه متقین، نسبت به دینشون چجوری هست؟ قوتون فی دین، قوت مستحکام دینی دارن. این زایده تفقه یعنی محکم رفته یاد گرفته مطلبش رو، دیگه نمیتونه اثر گذار باشه رو شبهه، وگرنه شیطون وحی خودش رو انجام میده. لیوهون الا اولیائه، شیاطین لیوهون الا اولیائه، آیه قرآن، داره کار خودش رو، شبهه اندازیش رو، به هم ریختن فکر تو رو انجام میده. مؤید زیادی هم تو این مسائل داره، گاهی خورد و خوراک خودم هست، شک و تردید و ریب درش ایجاد میکنه، خدایی نکرده. بعد محکم جلوش ایستاد. زمان زندگی آدم زمان جهاد، زمان ایجاد یقین محکمه، به فضل خدا انشاءالله و به لطف این حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، خدا انشاءالله کمکمون میکنه، جلوش نیستیم. این عبارت اول، مسئله تفقه. مسئله دوم، و حسن و تقدیر فی المعیشه، باز از چیزایی که خیلی حضرات اهل بیت علیهم السلام نسبت به حقیقت ایمان درش گفتن، حسن تدبیر در معیشت، همین معیشت دنیاش درست باشه، رو حساب کتاب باشه، گتر زندگی نکردن. بیایم با همدیگه به هارو لنوار رو باز بکنیم، ببینیم چقدر حجم عظیمی از روایات ما راجع به سبک زندگی همین دنیا مونه. اگه میخوای خرج بکنی چجوری باشه، اسراف نباشه توش، عدم محبت خدا، لا یحب المسرفین، ان الله لا یحب المسرفین، خدا اسرافکارو دوست نداره، یعنی آدم به واسطه یک سبک غلط زندگی دنیاییش
از دایره محبت خدای رحمان و رحیم خارج میشه. خدایی که اینقدر بنده هاش دوست داره. لو علم المدبرون کیفه اشتیاقی به هم لما تو شوقن. اگه اونایی که به من خدا پشت کردن بدونن چقدر من دوستشون دارم میمیرن از شوق. خدایی که اینجوری رحمان و رحیمه لا یحب المسرفین. یه سبک زندگی غلط آدمو از دین خدا، از مسیر محبت خدا خارج میکنه. بسیار این مسئله رو داریم. حالا آداب به صورت مختلف نوشتن، هلیت المتقین، چیزهای مختلفی که نوشتن، ببینید اینا همه برداشتهایی که از روش زندگی اهل بیت علیهم السلام بوده. اینا رو هم آدم باید بلد باشه. چگونه رفتار کردن، چگونه صحبت کردن. آمد پیش حضرت، خواست ماهی دستش بود، ماهی خریده بود. خلاصه داشت توی مثلا فرض کنی بازار میرفت. حضرت اشاره بهش کردن این چیه؟ میدونه حضرت چی؟ آقا ماهی گرفت. امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن توی یه چیزی بپوشونش. گرفتی توی یه چیزی بپوشون با خودت ببر و اینها. آقا برای چی؟ این بوی بدی داره. ماهی طبیعی هم هستش، ماهی الان هم همینه، بوی بدی داره. نباید کسی که منتسب به ماست وقتی داره میره نگاه میکنم بوی بدی ازش متساعد بشه. و همین اندازه ماهیه. این ده سبک و روش زندگیه. اومد از حضرت کمک خواست، یه نفر دیگه پول خواست توی بازار، حضرت رو دید، حضرت گفتن بیا بهت کمک کنم. آمدن توی خانه، از لای در پول رو بهش دادن. اصلا پرسیدن آقا ایشون که شما رو دیده میشناسه؟ اصلا بحث ناشناس بودن نیست. حضرت فرمود میخواد اون لحظه ای که بهش پول رو میدم چش تو چش میشیم، اون شرمنده میشه، این شرمندگی پیش نیاد. اینا آموزشه. حتی روش کمک کردنم به دیگری چیه؟ یعنی اون خیراتی که قرآن داره بهش تاکید میکنه، فطرتاً هم انسان میفهمه، بازم روش داره، سبک داره، حسن معیشتش چجوریه؟ انواع و اقسام این قصه ها رو داریم. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آمد مهمان، آمد خانه حضرت، پدر و پسری بودن. حضرت آمدن اون ظرف آوردن، اون ظرفی هم که آب میریختن دستای مهمان رو بشورن. اول شستن، پدر رو شستن، کامل تمام شد. به فرزندشون فرمودن که شما بیایید دست فرزند رو بشورید. خب آقا اگر که هر دو رو شما بشور یا بده پسرتون بشوره. حضرت فرموده باشه نه، شأن پدر و پسر نباید اینجا جلوی هم دیگه، همسط هم دیگه قرار بگیره. من پدر رو دستش رو میشورم، فرزندم هم دست فرزند رو بشوره، که این شأن ها متفاوت باشه، احترام پدر بالاتر باشه. تو ادعیه، تو آموزش ها، دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، مو به مو داره حضرت میگه کدوم اخلاق درسته، غلطه، چیکار باید بکنی. تو دعای 24 صحیفه سجادیه و دعای 25 رفتار نسبت به پدر و مادر و پدر و مادر نسبت به فرزند. باور بفرمایید، من یه وقت یه جا صحبت کردم، بسیاری از مشکلاتی که ما با فرزندانمون داریم سر این که سر اصول دینیمون، سر آن چیزی که حسن معیشتی که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن، تفقه فی دینی که اونا از ما خواستن، خالی و ذهن بودیم، نمیدونستیم. لذا وقتی مطرح میکنم آخر سرم یاد میگه ای حاج آقا من اصلا نشنیده بودم اینا رو. البته یه جو منبر رفتم این تلخی رو برای خودم عرض بکنم. بنده خدا گفته شجاع دست شما درد نکنه، چه مطالب بدیعی فرمودید. بدیع یعنی تازه. خودم خجالت کشیدم. یعنی من صحیفه سجادیه ای رو که مال 1000 سال پیشه تا حالا نگفتیم، نشنیدن مردم. اینو از بعض هم لباسا و طلبه هایی که رفقای خودمونه میخوان. از قال صادق و قال الباقر علیهم السلام خیلی استفاده کنید. صحیفه سجادیه مهجوره. حضرت آقا حفظه الله میفرمودن کتاب بالینی ما باید باشه. این کتاب بالینی چیه؟ یه وقت آدم یه کتابی رو از تو کتابخونه برمی‌داره، یه مطالعه میکنه، میذاره کنار. یه وقت نه، دائم همراهشه، معانست داره، از معلوماتش تو زندگیش استفاده میکنه. این دعای 8 صحیفه سجادی خداوند توفیق داد، سال قبل اینجا در خدمت عزیزان بودیم، این دعا رو تفسیر کردیم. دونه دونه اللهم انی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم. داره آموزش میده بهمون روش زندگی و سبک زندگی من، خطراتی که منو تهدید میکنه. اینا فهم دینیه، چه از حیث احکام، چه از حیث اخلاق، چه از حیث اعتقادا. حسن معیشت رو یاد بدم، حتی اون آداب معاشرت رو آموزش دادن. شما نگاه بکنید ریزش توی دین ما هست، چجوری اول سلام کننده شما باشید. سلام کننده چقدر ثواب میبره؟ پاسخ دهنده سلام 69:1. اونی که اول سلام میکنه، تو عذرخواهی، تو حدیث معراج نگاه میکنید، اصلا صفات انسانهای پست
و اهل دنیا رو اینو میفرماید لا یعتذر الا من اساء الی و لا یقبل معذرت من اعتذر الی. تو یک آداب معاشرت ساده، آدمی که پسته داره پست معاشرت رو حضرت آموزش میده، اصلا عذرخواهی نمیکنه. اگر کسی هم خطایی بکنه، در مورد کسی خطا بکنه، تنش به تنه کسی خورد، همجوری سرش میندازه پایین میره. اگر یه خطایی کرد، حرف زشتی زد، عذرخواهی نمیکنه. لا یقبل و معذرت من اعتذر الی. حالا اگر هم یه کسی ازش عذرخواهی کرد، عذرخواهیشو نمیپذیره. آی چشاتو باز کن مثلا، ببخشی، آه خواهش میکنم، اشکالی نداره، خدا ببخش انشالله. ریزش و حضرات اهل بیت علیهم السلام فرمودن. اگر مهم نبود که نمیگفتن، وقت اضافه که نبوده. بعد 1400 سال علمای ما با خون دل این احکام رو، این نوع روش و گویش و رفتار رو به ما آموزش دادن. چرا اینقدر سعی کردن تا امروز به ما برسه؟ چون تأثیر داره تو زندگی ما، زندگی دینی و غیر دینی. خدایی نکرده تمام گویش های ما وقتی ازت احوال پرسی میکنن، الهی شکر، الحمدلله، زبانت رو عادت بده به حمد به خدا، این حمد به قلبت راه پیدا میکنه. اگر اون آرامش قلبی حلیم نیستی، فتحلم، خودت رو به حلم و بزرگواری بزن. چقدر کتبی داریم که مسائل اخلاقی رو گوشزد میکنن. و توی یه پرانتز کوچکم عرض بکنم، مسائل اخلاقی مسائل فردی لزوما نیست، اخلاق اجتماعی هم هستش. یعنی جامعه‌ای که دوچار حرص شد، جامعه‌ای که دوچار حسادت شد، جامعه‌ای که دوچار غرور شد، اونا هم همون بدبختی که رو فرد هست رو جامعه هم اتفاق میفته. ما نگاه بکنید قرآن کریم این تقسیم بندی زیبا رو داره، هم قصه های افرادی که اهل طغیان بودن رو، قارون ها و فرعون ها رو بیان میکنه، هم اقوامی که اهل طغیان بودن، قوم عاد و ثمود و قوم های دیگر رو بیان میکنه. دقت بکنیم از هر دو جهت داره توی قرآن کریم بررسی میشه. داستان ها و قصص انبیایی که اهل بیت علیهم السلام برای ما نقل کردن تو روایات داریم، از هر دو جهت برای ما گفته شده. مواظب باشیم قوممون یا فردی جمعی اینا گرفتار نشیم. خصلت سوم که وجود نازنین حضرت امام رضا علیه السلام میفرمایند و صبر علی الرضایا. از ویژگی های مؤمن کسی که میخواد حقیقت ایمان رو درک بکنه، یعنی ایمان به قلبش راه پیدا بکنه، صبور بودن در مقابل مشکلاته. مگه کسی رو پیدا میکنی بگه آقا من تو زندگیم هیچ مشکلی اصلا نداشتم، هیچ وقت، الانم ندارم؟ هر کسی رو بپرسی، مشکل که همه با هم دیگه مساوی هستیم، مشکل داریم با کم و زیاد، طریقه برخورده با مشکله که امتیاز آدم ها رو میگه. یکی سر دوراهی قرار گرفته، وضعیت مالیش مشکلی خورده، گرسنگیشه، یکی بعد از گرسنگی بی صبری میکنه، دست به مال مردم میبره، یکی هم تو گرسنگی یه شکمیش رو یه مشتی میزنه میگه تحمل کن، مال مردم مال مردمه. هر دو از حیث گرسنگی که با هم دیگه مساوی هستن. تو اقوام مختلف ببینید، همه افراد وقتی پیامبران میآمدن دین رو عرضه میکردن، کیا قبول میکنن؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن. بله هدایت هست، سختی هم هست. تو شعب ابی طالب با پیغمبر اومدن، روایت های عجیبی وجود داره، یک خرما رو سه نفر بخورن، بعضی موقع هسته خرما رو در دهان بذارن به مکان برای از بین رفتن گرسنگیشون، این شدت گرسنگی. تو کار کردن برای دین صبور بودنشون چقدره. از خود وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نست، نقل هست که حضرت رو وقتی می دیدن، وقتی خشت می خواستن بیارن برای ساختن مسجد، همه دونه دونه خشت می آوردن. تو سنن و نبی هستش حضرت دو تا خشت بر می داشتن، که بعضی موقع ها اصحاب می گفتن آقا دارید هلاک می شید، شما اینجوری دارید کار می کنید. بله صبر و سختی همیشه با هم عجین هست، اما من چقدر صبورم در مقابل این مسائل. تصمیم گیری بعد از سختی ها مهمه. من تو این مسئله سختی، تو مسئله گرسنگی، حالا یه هزار جور سختی هست، چشم و همچشمی هست، به قول امام زین العابدین علیه السلام تو دعای 20 صفحه سجادیه، ولا تفتنی به نظر، تو چشم و همچشمی که گیر کردم چی کار بکنم؟ حالا اونجایی که آبروم هست، اونجایی که کم آوردم پیش فلانی، خدایی نکرده اونجا هم دست مال دیگری میبرم،
اون جایی که سخت است، حفظ عفت سخته، اون جایی که آره گرما هست، تابستونه، میخوام حجابمو حفظ بکنم، چی گفته سخت نیست؟ این چادره رو سر کردن و گرما کشیدن، بله زرایا نیستش به قوله، زرایا نیست به قوله امام زین الله، امام رضا علیه الصلاه و السلام. سختی هست، عمل کرده من صبور بودن راجع به این مسئله سختی چجوریه؟ میتونم تحمل کنم درست؟ میتونم اون حالت طمأنینه خودمو داشته باشم؟ میتونم وقار خودمو داشته باشم؟ میتونم تبعیت از مسئله دینی رو داشته باشم؟ آدم یه وقتایی بی صبری نکنه، خدا رحمت کنه آقای مشتهدی رضوان الله تعالی علیه، یه وقت اینم شیرینه براتون نقل بکنم، از یه بنده خدایی در تهران ایشون نقل می‌فرمودن که میگفتن جزو مقلدین مرحوم استحمد آقای خانساری بوده رضوان الله تعالی، میگفت بنده خدا بازاری هم بوده، منتها خب خیلی پول دوست بوده، حالا میگفت به شاگردش میگفته فلانی من خمسمو حساب میکنم فردا اینقدر پول ور میداری میبری میری به آسد احمد آقا، هرچی هم من بهت گفتم نگوش نکن، اگر دیدی جلو تو گرفتم منو به صندلی ببند ولی پوله رو ببر بده. اینو من از حاج آقا شنیده بودم. اینقدر مقید میدونه تو اون لحظه صبرش کمه، دل کندنش از پول کم، سخته براش، بالاخره خودش رو یه جوری راضی میکنه. صبور بودن، صبر در طاعت، یعنی این، یعنی طاعت رو به انجام برسونه. قسمت دوم صبر، صبر در معصیته. خدایی نکرده گناهی پیش اومد من نسبت بهش صبور باشم. روایت حضرت آیت الله شجاعی رضوان الله تعالی علیه میفرمودند صبر در مقابل معصیت از سخت‌ترین صبر هاست. تو دوراهی قرار میگیرم بتونم کف نفس کنم و خودمو نگه دارم. صبر در مقابل مشکلات، صبر در مقابل مصیبت ها. اذا اصابت هم مصیبت هم قالو انا لله و انا الیه راجعون. بتونم آرامش خودمو، کسی از دنیا رفته، آی داد و فریاد و خدا عدالت ندارد، چه ندارد، ظلم کرده است. ما نه، بر دوستان رفته چه افسوس میخوری؟ ما خود مگر قرار اقامت نداده؟ انا بکم لاحقون. آرامش آدم حفظ میشه. خداوند انشاءالا کمک کنه به همین سعاملی که وجود نازنین امام رضا علیه السلام فرمود، هم بحث تفقه و فهم عمیق دینی انشاءالا نصیبمون بشه، حسن معاشرت و حسن معیشت، روش درست زندگی بر اساس خاص و راهنمایی های اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، و انشاءالله صبر در مقابل سختی ها که بسیار مهمه نصیب هممون بشه به برکت این وجودات عزیز. اما آنچه که قلبهای همه ما رو شیفته خودش کرده اون نام مبارک ابا عبدالله علیه السلام، هر کاری که میکنیم گفت اصلا حسین جنس قمش فرق میکنه، یه طوری حضرت ابا عبدالله علیه السلام نامش میاد قلب آدم نرم میشه، قلب آدم نسبت به دین، نسبت به خدا، نسبت به پیغمبر، معارف دینی نفوذ پذیر میشه. الهی شد خدایا شکرت که ما رو از انشالله وفاداران حضرت قرار دادی، خدایا توفیق عشق و آه و ناله برای ابا عبدالله و بچه هاش رو از ما تا آخر عمر نگیر، خدایا کم ارادت نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو در نسل و ذریه ما قرار نده. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
علیهم السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا تو رو به آبروی امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدای تو ما رو نیامرزیدی از این دنیا نبر. عشق و علاقه ما نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو روزافزون قرار بده. شرز دشمنان اسلام و انقلاب رو به خودشون برگردان. رهبر عزیزمون خادمین به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج آقا امام زمانمون رو هرچه نزدیکتر بفرما. ما رو از اعوان و انصار واقعیش قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.